در اوایل دهه 50 شمسی، شرکتی فرانسوی با هدف گسترش راه آهن جنوب در شهرستان اندیمشق مجتمعی کارگاهی مسکونی ایجاد نمود. پس از انقلاب اسلامی و در میانه جنگ ایران و عراق، این مجتمع به بیمارستان جنگی شهید کلانتری تغییر کاربری داد و شهرک مسکونی آن به محل اسکان خانواده‌های رزمندگان تبدیل شد. این فیلم روایت صبوری شیرزنانی است که توانستند دلاورانه سالها نیمه پنهان حماسه ها باشند. بنشین تا به تو گویم زینب، همه دل را به تو گویم زینب. بعد من خواه فلسامونار توی خواهم. بالاخره رسیدی عزیز خانم، اینم از ویلات خوش اومد. بچه ها بریم به خانم خیری بگیم هایس اومده. بودو این اینجا بود. بودی بودی. خسته نباشید. سلامت باشید. آخ سوختم. چه دواقی. بیا کمک کنی ساکو بذاری. کمک میخوای؟ نه. خسته در بود. بیا اینجا چطورم. مامان مامان هایست اومده. خانم خیلی هایست. سلام. سلام. خیره شده. خیره. این نامه اسکان مادرم. سلام. سلام. احوال شما خسته نباشید. من خیلی هستم. خوش اومدین. من عزیز حکیمی هم. خسته نباشید عزیز خانم. تشریف آوردین چند وقت بمونین اینجا؟ نمیدونم. بستگی داره به... خیلی خوب، خیلی خوب. فیلای آخر میتونین اقامت بکنید. استراحت کردید. هر امری داشتید من در خدمتتون هستم. اجازه بدید من میگم الان یه نفر بیاد راهنماییتون بکنه. چند لحظه داشتید داشته باشید. دیگه واقعا رفتنی شدید دیگه. سلام علیکم. سلام. ای بابا ببخشید من متوجه نشدم. سلام از ورجاس خوش اومدید. برو. بدیم میسر. سلام. سلام. امانتی من آوردین؟ یادم رفت قلم و دواتو. شرمنده به خدا. ولی یه چیز دیگه آوردم الان براتون میارم. بر به سلامت. بی خبرم نذاریم. موضوع خودتم. سر راه بی زحمت این خانمو برسونید. دفعه پیش که رفته بودم ایلام اینا رو.
جانم خیلی اینا امانتی های خواهر نادر است، گفتم که میشه بدیم بهشون. خواهر محمدی نژاد منظورتونه دیگه؟ بله. این خانم یا ایسکا پیاده کنید. چشم. برو به سلامت سمیه جان. نادره رو صدا میکنی خانم پهلوانی. ببخشید تو رو خدا، من باز متوجه نشدم شما اینجا هستید. خانم پهلوانی جان نادره رو صدا میکنی عزیز. از این همیشه رو درست کنیم. ببخشید الان میاد، معطل شدین شما، معذرت میخوام. نادره بیا خانم، خیری کارت داره. باز این پشیمون شد. الان میام. سال که منو میشه بکنم چی شد باز؟ نمیرم. نه میارم. اصلا ماشین رو افتاد، دلم شروع افتاد. میگم من که فعلا وقت دارم، یه چند روز دیگه صبر میکنم. هر دفعه همینو میگی دیگه. زمان یه چند روز دیگه کلم موندی. نمیدونم چه دلم خب دلت نیست؟ نرو، مجبورت بکر. اینجا کجاست عزیز؟ ببین چه ویلاهایی. عزیز دریاش کو دریا کدومه؟ یعنی دیگه ماهی نمیگیری؟ آخه ما های از تو این بیابون خنگون چه مقلش رسیده تو این بیابون اینا رو بسازه؟ بفهمه اینجاست، منم با شما اینجا زندگی خیلی ممنون دخترم. هستاشو زمین نمیریزینا. بفرمایی اول زهرا. مامان نوبت ما بود. فرقی میکنه مامان جان، اندازه همه هست. نه نه قربونت برم، کی گفته؟ اولین قدمی که برداشت اومد طرف من، منو فقط اولین کلمه حرفی هم که زد گفت عزیز عزیز عزیز. ماشاءالله آخه خیلی مادر بزرگ با حوصله ای هم هستی. گفتین عروستون شاغله نه؟ بله، کارمند مخابراته. راستی همیشه میگه عزیز خانم به خدا من مدیون شما هستم. ماشاءالله چه خوش سر و زبونم هستن. فوق دیپلمه. میگه اگه شما نبودی من نمیدونم چجوری این دوتا بچه رو بزرگ. راست و واقعا هم من این دوتا بچه رو خودم بزرگ کردم. آخه درست این کار چی؟ بله آخه دختر بشین. سوها قباحت داره. ماشاءالله بچه قشنگی تو صداشو کم کن. حالا عروستون اصلا نمیاد اینجا؟ نه بابا اینجا پشه و گرما و بمباران و نمیدونم چه امتنم. این میدونی پوستشون هم حساسه، اصلا نمیتونن اینجا زندگی. آره واقعا این همه توپ و تان تو سر بچه هامون میریزه آتیش باره. سخت‌تر از اینه که اینا بیان پشه و مشه داشته باشه ناراحت بشن. آره حالا نه اینکه ننه هر روز میره اونجا با آر پی جی تانکا رو میزنه. والا تو نگاه کن دست منو. راست میگه. نه خدای راست صبح تا غروب بیمارستان دارم کار میکنم. بیمارستان میره واسه چی؟ این ملافه و لباس و اینا میشورن. بر فریده بشین دیگه. سوها بشین. گفتم استاده رو کم کن. سوها بشین دیگه. بند کردی به این بچه صبح تا حالا ننه عباس. چیکارش داری بدبخت و گناه داره خدا رو میرخصه؟ نامحرم که اینجا نیست. حالا نامحرم نباشه هر چی دلتون خواست باید بکنید. فردا که توپش پرود من و تو رو کش جنازمون اومد نامحرم ورداش رو هم میفهمید. بابا حالا توپ شرپنل و نمیدونم بمبوشک و اینا، حالا هر چی تو هم میوسط. حالا هر وقت تو پتانک و بمبارون و اینا ریختن رو سرمون مردیم خودمون میشینیم واسه خودمون عزاداری میکنیم. الان نمرده بشینیم عزا بگیریم؟ بشینه خب بس دیگه ده بگید بشین تو هم. خب به تمرگ و کارتون ببین، نمیتونی الان باید برقصی کارتون ببینی. خب بله بله بیدش کنیم الان بچه هست مردم از تو طالقه هر شنده به خاطر شما چهارتا خوبه؟ امیرعلی مادر امیرعلی مامان کار داره بایی میکنی با آدم دیگه یه ریز بر نمیکنی خانم پهلوانی هندونه خوردی؟ نه لباست نه نمیخور نه کارتون تنیش ماشه خوب بخور خوشمزه است نه نمیخور بخور بعد میری کارتون میبینی نه خور دیگه چرا اینجوری میکنی امروز تو
سمیه جان ساندیس چین هر روز اگه میخوای بری پاشو وسایلتو جمع کن یه ماشین داره میاد ساکم که آماده است ایشالله سفر بی خطر باشه نمیدونم به سلامتی بری برای زایمانت خوبه من بهت گفتم که این پسره حسن درست نه بس همیشه پیش نمیاد آقا درست نمیاد سر میسه و محمد میسه سلام خوبی این خسته نباشید سر اون سه تا پسرم من گوه اینا پسرم منم بیارم دقیقا مثل این کشکی اون یکی دخترم پسر رو زنم فقط فکر سلامتی خودت و بچه هست اصلا فکر بعد نه اینجا شهرک شهید کلانتریه بله همینجاست شما ندیدین یه پیرزن با دو تا بچه حدوداً 6-7 ساله یکی دختری عزیز خانم رو میگین؟ بله اینجا با احسان آزاده؟ بله اینجا بله پیش ما چی شده؟ فامیلشون هستین؟ چی شد؟ داره چی این کار کردین؟ میدونی من توی این مدت چی کشیدم؟ حالا من که چی شده؟ برای چی بچه های منو برداشته برده توی بیابون؟ باید چی کار میکردم؟ تو میخواستی بچه ها رو بدوزی ببری؟ بدوزدم؟ بچه های خودم رو بدوزدم؟ احسان آزاده کجا؟ بچه ها رو حوالی نکن آزاده مامان آوردنشون باباشون رو ببینن مامان جانم مامان جونم مامان دلم برای تایی شده بود قربونه سرم خوبی؟ آره؟ بریم بشه بابا نه قربونت برم میرم خونه هنوز باباشون رو ندیدم باباشون خیلی دلش میخواد بچه هاشو ببینه بیا تهران تو میخوای بچه ها رو ورداری ببری پیش خواهرت ولی داوود اجازه نمیده داوود کیه؟ خانم خوباشه یه دو کلمه با هم حرف بزنید خواهی طوری که نمیشه خانم که. شما تشریف بیاریم بریم داخل خانم خیلی جان نظر بچه ها رو ببرید حالا خانم خیلی میره باش حرف بزنید شما رفتا نگرد عزیز خانم خب یه خورده برید کنار هوا بیاد عزیز خانم حالتون خوبه؟ عزیز چی شد؟ یه خورده از این بخور حالت خوب شه نه آره پا خاله پاشو من عزیز خانم چه شده؟ هیچ نشده مامان جان خوب میشه یواش دارم ماساژ میدم بکنی عزیز بخور قند نداره فشارت نمیره بالا آقا تشا میخواد بخور عزیز جان باید خوبه آقا بخور اینجاست تو کیفشه مامانم رفت مخمه باشی دلی حساسی ها مامان چرا شکم زایدی میگه حساس نبودی کو میگی این رفت نرفته که این چی شد چرا برگش مامان لنگر رو کشیدم راه افتادیم الان میگیرمش بگی آفرین بیا بذار تو این سبد اون خالخالیه، اون خالخالیه بگی به آفر آها باریکلا یه مرغ ماهیخوار داره میاد بگیرش اونی که الان میگیرمش بسه دیگه بچه ها نادره امتحان داره میخونم حالا بچه ها یه موجه بزرگ آره یه موجه بزرگ مواظب باشی من نجاتتون میدم هشت و تشتی آورده هشت سه داره بازی اینا رو میکنم یا بلفز بگیرش بذارش بسن هایس داره میاد این موقع شب هایس خدا به دادم میرسه یابا تیچی آورده خدا کنه پیک نباشه باشه چی میشه مگه خواهی پهلوانیه اومده مرخصی خدا رو شد بیاییم بریم ما ادامه بازیمونو بدیم بیا میخواییم بریم بسات کنیم دختره پارسه هر ترکمون کرد آخه
عزیز خانم. سلام، صبح بخیر. شما بچه های منو ندیدین؟ نه ندیدم. احسان مامان حواست به آزاده باشه. حواسم هست. خب میمدین اینجا پنجره داشت دیگه. عزیز خانم کیفش؟ پایین تا هم دوالی؟ کیفش رو بگیر؟ رزیز خانم کیفش؟ من میام با اتون بگیر. خدا بگیر. خدا بگیر. سلام. سلام. خسته نباشید. آقای بچه رو بگیر بیدم. چیه؟ آزاده بگیر. عزیز خانم بچه ها اومدن. عزیز ما بود خنگ رودخونه بود. نه خیرم، دریا بود. عزیز رفتیم پارک، خیلی خوش گذشت. مامانم قرصم برای شما خرید. کاش حداقل یه خبر میدادی قبل رفتن. خوش مامان جان، خوش بریم لباسات عوض کنیم. پیرزن بیچاره از صبح صد دفعه مرد و زنده شد. سلام، بفرمایید. سلام، بفرمایید تو. پس اهل گلوگیا هم هستیم. اینا همش کار من نیست، هر گوشش یادگار یه نفره. میام اینجا آروم میشم، یادم میره جنگه. خاکشم خیلی حاصل خیزه. بفرمایید. از این تروبچه ها هیچ جا پیدا نمی کنی. خاکش که آره خیلی خوبه، ولی شرایطش چی؟ اینجا اصلا شرایطش مناسب ما بچه هامون نیست. شرایط اینجا که سخت هست، ولی خب عوضش بچه هامون خود ساخته میشه. چجوری؟ زیر بمب و موشک؟ به چه قیمتی؟ نابودی اعصاب روانشون؟ بی پدریشون؟ من نمیخوام بچه هم تو این شرایط بزرگ شن. چقدر خوب که همه مثل شما فکر نمی کنن. اوضاع اینجا هر جوری که هست برای همه یکسانه. خونه هیچ کس هم از کسی دیگه رنگین تر نیست. من به رنگ خونه کسی کاری ندارم. من فقط میخوام زندگی خودم و بچه هم از این وضعیت نجات بدم. خب هر کسی زندگی رو یه جور میبینه. ما اینجا هم زندگی میکنیم، هم هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. ترشی مربا رو تهران هم میشه درست کرد. شما مگه نمیخواستین برین خارج پیش خواهرتون؟ خب تشریف ببرین. ولی من اگر جای شما بودم 100 سال حاضر نمیشدم بچه ها رو از پدرشون جدا کنم. پس عزیز سفره دلش رو پیش شما هم باز کرده. پیرزن بیچاره یکم دلش گرفته بود، دو کلمه درد و دل کرد. پس میشه لطفاً اینم بگین که پاسپورت منو کجا گذاشته؟ من از قضیه پاسپورت خبر ندارم. مامان، مامان. بله. مامان نمیدونی. چرا مامان جان صبر کن.
سوالجون یه لحظه صبر کن. من بر من نمیده که سامن گرم. پس فردا بچه هاش چشش چپ میشه. میگه به من مربا ندادن. والا. خانم خیری جون. جان. این آش رشته رو پس کی درست میکنی؟ والا نرگس خانم متخصص آش رشتن. من چی کارم؟ نرگس. تو من اینجام درست کن دیگه. باشه چشم. قربون دستت ننه عباس. اینو بده احسان بخوره. سلام. سلام. عزیزم خوش خبر باش. بخوام بخوام. خودت لقمه دیگه. بالاخره حاج آقامون عکسای دوربین یاسر رو آوردن. بیا. ای چقدر بد افتادم من اینجا. میگم نیمروخم عکس نگیرید. سامان دو تاشون. الهی بمیرم. خود یاسر رو نگاه اینجاست. مامان وقت هست واسه عکس دیدن و صابونتون رو بخورین از اون بر بچه این لباس خوش عکس رو قشنگ گیرم نداره یه شایی هم به من بده کیلا غرز اوه عکس دست جمعی آقا ها ببینم بابای منم هست نه قربونه دارم این همون پهلوانیه بابای میثم و سوها مرزی محبوبه نگاه کنین عکس جواد مربا ای بمیرم داشتم برای باباش تنگ شده گناه داره نه بابای من فرمانده است من خوبه خیرم بابای من فرمانده است بده بده خدا رو شاد کنه ببینم بقیه اکسون بابا چم پله آره هایسه تو کجا با این وضعیته بگی بشین خم خیر رفت دیگه اشاره که چیزی نیست هایسته دیگه اومده یه چند تا وسیله میسم بیا اینا رو ببریم نادره جان ببریم اینا رو دیگه ببریم بزنیم تو ماشین چشم برمیده چی شده کنی که یه نفر حداقل سفره رو جمع می‌کرد. سمیه جان هیچی نشد مجروح شده بقید که مجروح شده ببین منو کم چیز نشده دیگه گروپ یه ماشین میاد دنبالت میری اونجا هم رسیدی خودشون بهت میگن کدوم بیمارستان باید بری خب مراقب بچه تو شکمت باش بیمارستان باید برم
معلومه عزیزم، باید بری. فرکسم باید ببرم دیگه. دمپاییم ببر، تو بیمارستان خیلی لازم میشه. چرا نشستی؟ پاشین حاضرش کنین بره بیمارستان، چون همش من حاضرش من بری. یا علی بگو باشه. یا علی یگانم همسه رو بتون عمل مادر بیا من کارم چی کار کنم؟ بله بچه میترسه، خودم هم میترسم. گفتم اگه میشه نمیدونم بکنم. بفرمی ببخشی. نه با شما ببخشیم، این وقت شب بیدارتون کردیم. امیر علی بیا. کو؟ کجاست؟ اونجا بود پشت کمد. نه امیر علی؟ جو به خدا خطرهای زمینیش خیلی بیشتر از هواییه. هر چی میگم سمپاشی میخواد، اصلا گوشش بدهکار نیست. کی؟ فرمانده. خانم خیری. به همه کار کار داره. تو تربیت بچه آدم هم دخالت میکنه. شما چند وقته اینجایی؟ 10 ماه. نه بیشتر از که 11 ماه. یگانه دوست داری اینجا باشیم. میگه خوبه که آدم بتونه خودش رو تو شرایط سخت تطبیق بده. شما ولی اینجا نمیمونی نه؟ ای اونا ها چیکار کنی؟ نمیدونم. نفت داری؟ نفت؟ آره. آره اونا اونجاست، کنار رو گم کن. ام بریم لای مادر. کاش بیمارستان شهید کلانتری نبرده بودنش. من اصلا از اونجا خاطر خوب ندارم، همش هی اون شب یادم میفته. ای خانم خیریه با این خبر دادنش والا. و به زن حامله اینجوری خبر میدن. اینم که اینقدر شورش کردی. چی خوبه با رفته این رشته شو زود ریخته. فکر کنم خانم خیریه اینان اختون عزیز اومد. سلام. سلام عزیز، چقدر دیر کردی؟ بدیم به من. کار داشتم مادر. بدیم به من. دست درد نکن آزاده چون قرص منو میاری. چی شد عزیز خانم؟ هیچی، اینجا که رفتیم بیمارستان شهید کلانتری نتونستن کاری بازش بکنن، یعنی اصلا جا نداشتم. قیامتی بودیم بیمارستان، مجبور شدیم بریم اهواز. الحمدلله اونجا بچه سالم بدم. خب خدا رو شکر. چه جوانایی، مثل دسته گل. اینقدر مجروح ها برده بودن که اصلا نمیدونستن به داد کدومشون برسن. تا نبینی نمیفهمید. آدم یه چیزایی میبینه که درد و مرض خودش فراموشش میشه. خانم ببخشید، نقشه خونه کجاست؟ بیرون تو محبت. عزیز عزیز جان
عزیز آروم بذارینش رو تخت. عزیز مادر بیا دست پسرتو بگیر، سریعتر بیاین. عزیز مادر جان بیاین دیگه، محکم نگهش دارین. الان درد کم میشه، مواظب باشین دستشو تکون نده. بزرگ کردن بچه بی پدر، الهی بمیرم، من میدونم سمیه چی میکشه. امیرعلی مادر اینا رو همجوری ننداز اینجا. بیا مادر. چه قشنگ بود. مواظب باش. اتفاقا آقا داوودم خیلی از هنرهای شما تعریف میکردن. شما مگه دیدین داوودو؟ یه بار خیلی کوتاه، یه چند ساعتی با محمدرضا اومده بودن مرخصی، یه سرم اومدن خونه، ولی خب کلی راجع به شما حرف زدن. چی میگو؟ بد میگو؟ نه بابا این چه حرفیه. نه میگفت ما با هم خیلی فرق میکنیم، سیما هنرمنده. گفتن حتی یه بار با شهرالیش برای خودتون کیف درست کردین. آره واقع دیگه نمیپوشیدش. پاسپورت مثلا زمین جایی افتاده باشه، نه ایده مثلا دست عزیزی کسی باشه. چرا از خودش نمی پرسی؟ من میدونم دیگه اون لج میکنه اگه بهش بگم. یعنی عزیز خانم برداشته باشه؟ نمیدونم شاید. بابا برادر الیاس من برم وسیله ها رو بگیرم. بچه ها دست شما درد نکنه، فقط بی زحمت این دارم امضا کنیم بدم بهتون. همین؟ مگه من نگفتم که هم باشه تحویل نمیگیرم؟ میدونیم ما اینجا چند نفری؟ من که منظوری نداشتم، یعنی منظورم اینه که به هر حال ستام ست است دیگه، از هیچی که بهتره. شما فعلا اینا رو واسه خودتون نگه دارین. من یعنی چی؟ مگه خونه من و بچه هم از بقیه رنگین تره؟ خانم خیلی من درخواست دادم تا چند روز دیگه هم خودم براتون میارم. بقیه رو نیاوردی دیگه نیا. چشم. فقط میدونین دیگه چجوری استفاده کن. شما این درپوششو که بلدم. خودم قبلا تو بسیج آموزش میدادم. بیا برو به سلامت. دستتون درد نکنه. بچه ها بیاین وسایل رو ببریم. منتظرم خانم نادره، یعنی خواهر محمد نجات بیا، من این امانتیاشون رو بهشون بدم. امانتیا رو بدیم من بهشون میدم. بفرم. برو به سلامت.
پر به سلامت. ماسکارو به من ندادی. شما درد. به حاج آقا عزیز خانم رو یادت نره بگی. چی؟ یادت نره بگی این خانواده چشم انتظارن، نگرانن، گناه دارن، بچه هاش اذیت میشن. چشش گفتم بازم بهشون میگم. برو خیلی پیش. من یه امانتی داشتم. تو امتحانات که شروع میشه؟ 4 روز دیگه. 4 روز دیگه شروع میشه، اون وقت با بچه ها بازی میکنی؟ میخونم. نادر مگه تو به بابات قول نداده بودی بهش بگم اینجوری درس میخونی؟ سلام، خسته نباشید. سلام مادر جون، ممنونم. شما با آقای داوود حکیمی رو میشناسید؟ بله میشناسم. میشه اینو بهش بدین؟ بگید خانم بچه هاش اومدن، کمی بیتابی میکنن، اگه میشه یه سری به ما بزنه مشکل داریم. چشم، البته آقا داوود مدام تو ماموریته، راحت نمیشه پیداش کرد، ولی اگه دیدمشون چشم حتما میگم. ممنونم. حالا اگه جای تشریف میبرین سوار بشین برسون. نه همینجا نزدیک میرم بیمارستان. خواهش میکنم تشریف بیارین میرسون. ممنونم. براتون لباس آوردم. چرا زحمت کشیدی؟ خواهش میکنم، گفتم اینجا این اگه چیزی نداری نو بپوشی. نه بابا من راحت هم. نپوشیدمش نوعه ها، سلیقه خود یگانه است، خودش برام خریده. همیشه دوست دارم من بهترین ها رو استفاده کنم. حلقه هم که خواستیم بریم بخریم گفت من که دیگه دست چپ ندارم، حداقل توی سنگینش رو بردارم. نه خودش انتخاب کرد، بزنین در بیارم ببینیم. نه نمیخواد، قشنگ. منم گفتم باشه هرچی تو بگی، اینم سلیقه خودشه. نمیشه شما نگران نباش، بیگانه گفتم حتما از آقا داوودی خبر بگیره، با امید خدا حتما ازش یه خبر میشه. تمام شد، ببین چجوری شد. لا اله الا الله. من اینطوری خجالت کشم خانم پهلوانی. خجالت هم داره. خیلی خوب، اینو ببین چی برات آوردم. اینو هر کی پوشیده بهش اومده. اینو امشب تنت کن. استغفرالله. من رونده میشه به خدا، رونده میشه. به خدا رونده میشه. سرگیش رو کم کم جمع و جور کنیم بریم دیگه. شام درست نکنی یا میفرستم برات بیارم.
دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. خب مادر عباس آقا شما تشریف بیارین بریم ویلای ما. من امشب بخوام پیش پسرم ببونم، بیام ویلای شما چه کار؟ عزیز خانم ببین فکر میتونی برای این بکنی؟ خودتون یه فکر بکنی، من طرف اونم. بگیم بریم دیگه. احسان بابای ننه عباس اومده. باباش بیش کرده. این دفعه نوبت پسر ننه عباس، ایشالله دفعه دیگه نوبت بابای شما میشه. با اجازه از خانم خانم پرده بانیم. آبا جون آبا چه بی خبر؟ بریم بچه باباتون اومده. بابا سلام شده بود. سلام 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 اون برای کیه؟ بس بودو بودو بارو بیاره. چه تو خبر داری؟ یه وای شد، اومد همیشه جلسه داشتم افتر این سلام بزنم. گریه نکن. چرا گریه نکنی؟ بابا بابا میزم بابا گریه نکن. نکن گچه دیوار میریزه. میخوام بکنم بابا همه دوستا آمده، بابا من نیومده. میاد بابای تو هم میاد. الکی میگی؟ من الکی نگفتم. من بابا میخوام. هی میگی میاد 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 ولی نمیاد. تو مگه نگفتی بابای من اینجاست؟ بکو بابا. شیشه میشه. من بابا میخوام. میخوام شیشه رو بشکنم. میخوام بکنم. من بابا میخوام. میخوام بکنم. نکن سرسام گرفتم. نکن احسان جان نکن. بس دیگه سر جان. بیاریم عکس بگیریم. نمیام. من برای تو بابا کجا پیدا کنم ها؟ بابا برای تو کجا بیارم؟ معلوم برای تو بابا کجا پیدا کنم ها؟ ولش کن بچه بابا برای تو کجا پیدا کنم؟ بچه دیگه نکن بس این کسی کنی بچه ها خانی بیارم نادر بگیرش. ولش کن کشتی بچه با جانم جانم سلای زندگی خودم و بچه همو بهتر از شما میدونم. عزیز پاسپورت منو بدین. داوود اومدنی بود، تاله اومده بود. بچه باید سایه بابا بالا سرش باشه. اگه الان خیلی سایه بابا بالا سرشونه، من خودم بی پدری کشیدم بسته. نمیخوام دیگه بچه هم وقت بخشم. مگه بچه هم دنبال خوشگذرونی رفته؟ رفته به چنگه. تو فکر میکنی من بچه همو نمیخوام؟ معلوم نیست زیر خمپاره است، زیر گلوله است. عزیز شما اگه پاسپورت منو بر نمی‌داشتی می‌ذاشتی ما بریم، تو اون تا الان اومده بود دنبال بچه‌هاش. داوود نمیومد. من بچه‌مو بهتر می‌شناسم. شما پاسپورتو بده. اون وقت می‌بینی داوود میاد یا نمیاد. پاسپورتو فرستادم برای داوود. اگه پاسپورتو می‌خوای بمون تا خودش بیاد. همین. گریه میکنه زاری میکنه از برای من از برای تو یکی رو بزن یکی رو نزن. عرضیه مرد من اینجا. عرضیه محبوبه بابا مرد من اینجا. عرضیه مرضیه محبوبه بابا بیا مرد من اینجا محبوبه بیا بابا کجاست؟ بابا کو بابا کو بابا اینجا 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 بیا 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 راست راست مرسیه بابا کو بابا کو مرسیه من اینجا
اصلا دیگه چقدر بازی میکنی؟ بیم بشین یه چیزی بخوری. با من زیاد نمیمونم و چه خبر؟ میدونم باید برم. مردیان اینجا بودو این بریم واسه باباتون سبزی بیارین از تو باغچه. قربون ریحون. خب این گل نمیده نه؟ یه گل بده ببینیم چیه. بالاخره اصلا معلوم نیست خارخاسکه. نه اسمشو سمیه به هم گفت. اسم خوبی داره. یادم نمیاد الان. ببینم سرت. خوب شده دیگه. خوب نشده که. خوب شده بالا. خیلی دیر به دیر میای. سلام. آقای خیری تشریف دارن. بفرمایید داخل. نه ممنون. میشه یه دقیقه بگیم بیان دم در. سلام. سلام آقای خیری. من همسر داوود حکیمی هستم. بچه‌های من چند وقت اومدن اینجا که باباشونو ببینن. صد بار من پیغام و پسخام فرستادم. یکی از داوود یه خبری برام من بیاره. آقای یگانه میگه انشالله خبری میشه ازش. کدوم انشالله؟ من اومدم اینجا از شما یه سوال بپرسم. برای داوود اتفاقی افتاده؟ اسیر شده؟ چیزی شده که من نمیدونم؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ پس چرا نمیاد؟ چشم که نشد برای من جواب آقای خیری. این چه جور جنگیه که شما هر کدومتون میتونین بیاین و برین و خانواده هاتون رو ببینین ولی به ما که میرسه خانمتون میگه اینجا خونه هیچ کس رنگین تر از خونه بقیه نیست. ولی مثل اینکه در عمل یه چیز دیگه است. حتی برای خودتون ماسک ضد شیمیایی برمی‌داری قایم می‌کنی. نه من اون ماسک رو برای خودمون بر نداشتم. شما یه دقیقه اجازه بده. من از شما یه جواب درست میخوام. من واقعا دیگه نمیدونم چقدر باید اینجا صبر کنم. جواب این دوتا بچه رو من چی بدم؟ اجازه بده خواهر من. من خودم میدونم شما چند روز اومدین اینجا. آقا داوود این برادر منه. ایشون رفتن یه ماموریت مهم میرفتن. من که نمیتونم همه چی رو توضیح بدم که. شما یه چند روز به من فرصت بدین. خیر انشالله. چشم. آقای خیری. خودتو مدیون منو بچه هم نکن. عجیبا هر چی فکر میکنم اسم این گله یادم نمیاد. اون زمینه بود تو ورامین. با آقا داداشم حرف زدم. گفت اگه بتونیم الان نصف پولشو پرداخت کنیم دیگه میتونیم بقیهشو قسطی و حالا الله اکبر. نذاشتی اونجا حرفمو تموم کنم دیگه. بابا این کلن سه تا دونه ماسک برداشت آورد. بهش گفتم اینا کمه تحویل نمیگیرم باید به تعداد همه باشه. گفتش که شما حالا اینا رو داشته باشین میارم بقیهشو. خب منم اون لحظه فکر کردم سه نفرم زنده بمونن سه نفره دیگه. روش جدید فرماندهیه دیگه. از شما دردم. من فرمانده نیستم. اومدم اینجا هر کمکی از دستم برمیاد انجام بدم. وگرنه ترشی و مربا رو که تهرانم میتونستم درست کنم. کی گفت بشینیم ماشینو؟ من باید برم الان. تو این چیکار میکنی؟ هر کی یه دونه از این کاسه ها برمیداره میزنیم تو این. خب بعد هر کی یه جای ماشین میرید. حالا با دست، با دست. میام.
میگم کمک کنم؟ نه. میگم شما برین خارج، آقا داوود میاد دنبالتون؟ نمیدونم. شما چرا اصلا آقا داوود رو دوست ندارین؟ تو کجا میدونی؟ معلومه دیگه، اصلا نگرانش نمیشین، حرفی ازش نمیزنین. تو هنوز چی از زندگی نمیدونی؟ یه وقتایی تو زندگی یه چیزایی پیش میان، آدم شک میکنه به احساسش، یه جورایی سخت میشه همه چی. یعنی چی؟ یعنی یه اون ممکنه سرت هوو بیاد. واقعا زن گرفته آقا داوود؟ الله اکبر، الله اکبر، میکشم. هوو که همیشه زن نیست. دیدی مثلا بعضی از مردا ماشینشون خیلی دوست دارن، یا مثلا کارشون. آره خوب، هرچی که مهمتر از تو بشه میشه حقوت. تو خواستی شوهر کنی، به تو طرف ماشینشو بیشتر از تو دوست نداره. شوهر الان اونم درس میخونه. فقط اگه این چیز اومد الیاس، میشه شما بهش بدین عکس رو چاپ کنه؟ چون اصلا من ازش خیلی بدم میاد، یه کارایی میکنه، یه رفتاری. آزاده جون، خطای سیاه رو خوب پاک بکن. نمیخواد اونجا رو تمیز کنی، خودم بعداً یه دست رنگ روش میزنم. آخه این جای دستا زیر رنگ میمونه، اینه که
خودم تمیز میکنم. یه خود تمیزش میکنم. خواهر نداره. یه لحظه اینو میگیریم. عزیز خانم، عمدن از این شیشه مشجره واسه شما انداختم ها که دیگه خیالتون راحت باشه. دست درد نکنه جوان. ساده خیلی بهتر بود. چرا؟ اینجوری دیگه تو خونه راحتین. کسی هم بیرون نمیبینتتون. آدم وقتی جاییه که نمیتونه بیرونشو ببینه اصلا احساس راحتی نمیکنه. تنها قشنگی این خونه به پنجره‌هاش بود که اونم شما کورش کرد. اصلا اینو میزنم واسه یه ویلای دیگه. واسه شما از این ساده ها میزنم. برای من که فرقی نداره. برای شما هیچی فرق نمیکنه. ویلای این، ویلای اون، پسر این، شوهر اون، کار خودتون رو میکنین. این که سرنوشت آدمو چی میشه اصلا براتون اهمیتی نداره. اصلا براتون مهم هست کسی دوستتون داره یا نه؟ هیچ کس از دیدن شما اینجا خوشحال نمیشه. یا ابوالفضل نمیگین پس حواستون هست دیگه. آره بابا بزنم این چی میشه. آره یه جوری بهش نگی که انگار من باهاتون حرف زدم. مگه نمیگی ازش عذرخواهی کنی؟ آره یه جوری انگار من ناراحت نشدم. باش یه میخوای اصلا هیچی نگیم؟ اصلا هیچی نگیم. نه نه بگیم بگیم، ولی یه طوری که انگار من چیز بهتون نگفتم. سلام علیکم. کمک کن بریم خونه.
ببریمش خونه خودش. خانم بذارید ببریمش. کمک کنید دیگرش رو بخواهد نیفته. هیچ‌وقت شهادت حرف نمی‌زد. همیشه با امید از آینده می‌گفت. خیلی آرزو برام داشت. می‌گفت باید با من تمام سختی گذشته رو فراموش کنی. ولی الان دیگه همه چی برای من تموم شده. روزی که اومدم خونه رو دیدم بابای امیرعلی افتاده وسط خونه و تمام خونه رو بوی گاز برداشته، همین احساسو داشته. چشم بچه شهید بهش نگاه میکنن، بچه هم با رویای پدر قهرمان بزرگ میشه، ولی این واقعیت نیست. نمیدونم چی کار کنم. همیشه از این لحظه میترسیدم. نمیدونم چی کار کنم. تو جای من بودی چی کار میکردی؟ بفرمایید سیما خانمی، همون پیرنه که گفتم. این یادگاری نامزدیمه ها. بالاخره شوهر داره میاد دیدن زنش، دیدن داداشش که نمیره. خب به سر و صورتت که نذاشتی دست بزنیم، لاغر اینو بپوش. من هیچ وقت از این کارا نمیکنم، خودش میگه. ان شاء الله که امشب هم خیلی بهت خوش بگذره. دیدی ما صبر کردی، بالاخره اومد. بفرمایید دیدی خانم، ما بذاری راحت باشی. خدا خوش باشین شب. خدا شما باشین، ما راحتیم. تنها باشین بهتره، قشنگ میشین با هم حرفاتون میزنین، سنگاتون رو با میکنین. حواس با سادم نمیمونه.
من نمیخوام نصیحتت کنم، ولی قدر با هم بودنمونو باید بدونی. با لجبازی نباید ازش غافل بشی. به من نگاه کن. یه داغ بزرگ اینجا هست که تو یه خوردشو میدونی. همش سر یوسف غر میزدم. جوون بود و یه دنده. یه روز که خیلی از دستش کفری شده بودم، گفتم حلالت نمی کنم. الهی بری و بر نگردی. ساکشو برداشت و رفت بیرون. همون لحظه به خودم لعنت فرستادم. خدایا این چه کاری بود با جوونم کردم؟ خوش شدم خونه رو آب و جارو کردم، غذایی که دوست داشت پختم، لباس شستم، اتو کردم. گفتم وقتی بر میگرده از دلش در میارم. نشستم منتظر شدم. یواش یواش دل شوره گرفتم. داوود رو 10 بار فرستادم سر کوچه. گفتم اگه فقط امروز بیاد همه چی رو به راهه. شب شد نیومد تا اینکه نصف شد. نمیخواد بقیهشو بگی عزیز، میدونم. خودت اذیت نکن. دیگه هیچ وقت برنگشت. داغ اون لحظه ای که از خونه میرفت بیرون رو دلم مونده هنوز. کاش نفرینش نمی کردم. کاش نفرینش نمی کردم. پاسپورت این شکلیه؟ جونم باش میدونی چقدر داری رسیدم؟ بابا داره میاد؟ بله. آکه اون بابا آکه پاسپورت رو براتون میفرستم. تا چنانچه تمایل به رفتن داشتین، من بشریت هم رومانه ای برسر را خود ندارید. برو بجین که بابا نمیدونم چیزی زاله شما هست. همه میتونم اشتا بود میمونی؟ میمونم بچه ها باباشون رو ببینم. بودو محمد موافش بیسته نایفتا بودی خدا در بیاری رو عزیز خانم اینقدر بیتابی نکن، بیا بشین. حالا ببینیم این خانم یوکیکو امشب چه خوابی واسه این دو تا طفل معصوم دیده. همش زیر سرم. بیا بخورم نره، ولی تو اینم برسی. اونم باید رسیده باشه. چون تلفن نزدن بسواره میکنیم. نزدیکم زدن. وای خیلی نبینی صدام. ای وای شما چرا خودتون رو خیس کردین؟ نگاه کن نگاه کن. بیا بعد لباس عوض کن قربون. چرا باید لباس عوض کنین؟ برای اینکه وقتی بابا میاد بگه به به من چه بچه های قشنگ تمیزی دارم خوشحال بشه. خودت هم باید لباس عوض کنی. باشه حالا شما باید لباس عوض کنی. نه میخورم اتون رو. نه میخورم اتون رو. میخورم اتون رو. باشه حالا بعد. نه باید لباس عوض کنی. برو باید لباس عوض کنی. خسته نباشیم. بریم. باشه متی باشه. خانم خیلی. همیشه فیلم خدا حافظ. تشریف میبرین. خدا حافظ. بله باید از شما. خدا حافظ. خسته نباشید. چرتون بخیر. شب بخیر. خدا حافظ. خدا حافظ. عزیز خانم خدا حافظ. 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 خدا حافظ.
خدا 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 نادر جان، اینا تموم شد، برو از تو انباری واسه خودتون پتو بیار. شب بخیر. شب بخیر. بگو جرد. نمیخوام خوابم میاد. خودم میگم. 11, 12, 13, 14, 15, 16. چرا رخت خواب میداریم؟ اگه نگفتی بابا میاد. چرا مامان جون؟ بابام که بیاد بالاخره باید رخت خواب بندازم دیگه. من میندازم راحت. Thank you.
ببخشید میشه حرف بزنی؟ راجب چی؟ دیشب که من خونه خانم خیری بودم یه جعبه اونجا بود، فکر میکنم الیاس یعنی یه سری وسایل. تو خدا نادره اگه میخوای راجب الیاس حرف بزنی الان اصلا وقت خوبی نیست. سلام ندارم. دارین میری؟ نه دارم میام. سلام. ببخشید عزیز خانم این ویلا تشریف دارن؟ بله همینجا بفرمایید. میشه خودشون تشریف بیارن؟ من یه پیغام از بیمارستان دارم براشون. عزیز خودش الان باید بیمارستان باشه. اتفاقی افتاده؟ بله. به من گفتن که من بهشون پیغام بدم. خواستم در مورد پسرشون باشون صحبت بکنم. پسرش؟ زخمی شده؟ نه. تو بیمارستان زخمی بودن. بلی الان دیگه نیست. تو بیمارستان بود؟ از کی تو بیمارستان بود؟ من نمیدونم از کی. ظاهرا خود عزیز خانم در جریان هستن. فقط بی زحمت اگه عزیز خانم اومدن بهشون بگید که عزیز خانم بیمارستانه، رخشور خونه است. بس ببخشید که مزاحم شما شدم. حتما خودشون در جریانه. آقا تو رو خدا اگه چیزی شده به من بگید. من خانومشم. بپوشیم. میخوام بیام باهاتون؟ نه. فقط اگه بچه‌ها پرسیدن نگو. باشه باشه. یا خدا. آقا داوود حکیمی میشه. نه والا خواهد. بریم پرستاری لیست رو بدیم. پرستار. خانم شما مجروح داوود حکیمی میشناسید؟ خانم این همه مجروح اینجا من از کجا بدونم؟ تو رو خدا تو لیستتون رو نگاه کنی شاید بوده. لیست چیه خانم؟ این همه مجروح مگه؟ خواهش میکنم یه نگاه بکنی شاید تو لیستتون بود. مجروح مال جبهه؟ بله. این لیست رو نگاه کن. اگه تو اون نبود این رو نگاه کن. این لیست شهدا است. چی گفتن دقیقه؟ گفتن به عزیز خانم بگین که پسرشون اینجاست. نمیدونم. فکر میکنم مجروحشون رو بردن معراج. Thank you.
سن و سال یوسف هم بود. فکر میکرد من مادرشم. آروم نمیشه. حلالش کردم. تو بقلم شد. شما چرا نخوابیدی؟ نگران داوودم. تو امروز تو بخواستی چیزی به من بگی؟ نه چیز مهمی نبود. چرا امروز بازیش گرفته؟ نادر جان، بقیه ماسکا رو آوردن. چی شده خانم خیری؟ چی شده خانم خیری؟ برادر الیاس دیگه نمیاد؟ نه خواهر، با درخواستش موافقت شده، رفتن خط. از این به بعد من در خدمت. سلام. بدم. شما میبینینشون؟ نمیدونم. شاید. میشه اگه دیدینش اینو بدین بهش؟ بله چش. من. ماسکا رو بشمار ببین به تعداد همه باشه حتما.
میخوای من برات وایس بزنم؟ آره. دست در نکنه. بده بده. بیا اینجا. بشین بابا بگذ باشم. بیا بشین عزیزم. ببین مامان جان، ما بابا رو خیلی دوست داریم، خدا هم بابا رو خیلی دوست داره، واسه همین بردتش پیش خودش. گریه نکنیم بابا، تو آسمون میبینیدمون ها، غصه میخوره ها، غصه میخوره ببینه انقدر گریه میکنیم. مامانی ها فردا میریم تهران، مامان بزرگ، دایی اینا، دوستای بابا، همه میان دیدنمون، باید قوی باشیم، باید مرتب باشیم، آماده باشیم. خب بس بس دیگه، باشین باشین، باید کمک من بکنیم وسایلمون رو جمع کنیم. خب ببخشید من آخرین باری که آقای خیلی اومده بود اینجا دلش میخواست این گلا رو ببینه. همش به این میگفت تو نمیخواد بیای اینجا، به اون درستو تموم کن، حیف. منم گفتم حیف اون وقتی که من میتونم کنار تو باشم و نباشم. همیشه فکر میکردم خودم واسه شنیدن خبر شهادتش آماده کرد. ولی هر دفعه که پیک خبر شهادت یکی رو میابرد خوشحال میشد. خودتونو سرزنش نکنید، من همون روز وقتی پیک نامه آقای یگانه رو آورد دلم لرزید. به خدا التماس میکردم که این نامه من نباشه. تا اون روز وقتی تو سرد خونه روی اون جوان شهید رو زدم که یه نفس راحتی کشیدم. یه حس طبیعیه. برای من طبیعی نیست. راضی می شدم به شهادت یکی دیگه درست وقتی که فکر می کردم خودم برای چیزای خیلی بزرگتری آماده کردم. تو رو خدا مراقب باغچه‌ام باشی.
خیالت راحت باشه خانم. آبش بدین هر روز. مواظب بچه هات باش. خانم پهلی بانجا خورد پشت به همه خود بچه هات باشه. خب مواظب خدا باش. قربونشو اون جعبه زیر تخت مال توه، میخواستم بهت بدمش بعد از امتحانات. از من ناراحت نباشی، هر کاری کردم به خاطر صلاح خودت بود. درساتو خوب بخونی ها، محبت کرد محبت کرد. شما موندنی شدی؟ میمونم تو شوهرم بیا انشالله میاد. خود صبر بریم مامان جان. بین سباش thank you.